جدیدی رو که در رابطه با موضوع خاص اینترنت هست و قبلا به عنوان جرم نبوده جرم شمرده. در قوانین گذشته که به عنوان قانون مجازات عمومی، قانون مجازات اسلامی و یک سری قوانین خاص مثل قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، برای هر یک از چنین افرادی که مرتکب این چنین جرائمی میشن مجازات خاص تعیین شده. متهمینی که ما داریم، حالا ما از شما سوال کنیم چه اسمی برای اینا بگذاریم؟ بگیم آقا ایشون فقط یه وبلاگ نویسه، یا یک فردی که دارای یه سایت ساده‌ای رو اداره میکنه، یا یه فردی که دو تا عکس گذاشته، دو تا فیلم گذاشته، چه ایرادی داره؟ این رو من از آقای رنجبران میپرسم. در ادبیات دینی کسی که، حالا بعد خودمون رو به روز بکنیم دیگه، به کسی که این چنین در واقع اثر روانشناختی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی روی کسی دیگری میگذاره و طبیعتاً میتونم اسمشو بگذاریم، چون توی این شبکه من دیدم در واقع کسانی که این پروژه رو رهبری کرده بودن عنوان مزلین رو استفاده کرده بودن، عنوان فکر میکنم پرمعنی است. چه عنوانی باید به کار ببریم که حالا آقای جعفری طبق اون بتونن یک واکنش رسمی از خودشون نشون بده؟ من البته برای واکنش رسمی آقای جعفری چند نکته دیگر رو هم سراغ دارم علاوه بر نکاتی که عرض خواهم کرد. ما یه مسئله رو باید خیلی جدی بگیریم، هم کاربران اینترنت، هم خانواده ها، هم خود ما. بعضی از این حرکاتی که یا بعضی از نکاتی که توی این فیلم ها نشون داده میشد توی مصاحبه ها و موارد مشابهش هم ما دیدیم، گاهی موقع ها بدون اینکه افراد در جریان باشن دارن جاسوسی میکنند و در واقع جاسوس بیگانه هستن، اطلاعاتی رو از درون کشور منتقل میکنن و در یک محیط عمومی خودشون رو تعریف نکردن به عنوان جاسوس. اصلا یک نوجوان چگونه میتونه جاسوس باشه؟ اصلا این امکان نداره که خودش مشخصا بگه من اتیکت جاسوس رو دارم. اما وقتی که او طرفی که داره از این اطلاعات رو دریافت میکنه، ما ملاحظه میکنیم در یک محیط کاملا عمومی، شما استظهار دارید که بسیاری از وبلاگ‌های ما هر روز، اینکه بسیار که نه، همه وبلاگ‌های ما، اگه خواستید من مستندش هم اینجا دارم، همه وبلاگ‌های ایرانی‌ها توسط امریکا رصد میشه و در زمان دولت بوش الان هم همینطور هست. در زمان دولت بوش به صورت مستند در قالب دو صفحه کاملا رصد میشد که داخل وبلاگ‌های ایرانی چی میگذره. ما داشتیم که استاد دانشگاه وقتی که داره موارد علمی رو منتقل میکنه، اصلا اطلاع نداره که این یه نوجاسوسیه، داره کاملا اطلاعات علمی رو میده. مثلا یه دفعه هست راجع به مسائل هسته‌ای داره صحبت میکنه، اما نمیدونه که همین مسائل هسته‌ای که داره میگه داره جاسوسی میکنه. بعدن میبینید که میگیرنش، تحویل شما میدن، میگن این جاسوسه. استاد دانشگاه اصلا داره مذاکره علمی میکنه، اصلا فکر نمیکرده. لذا بسیاری از این جوانهایی که شما میبینید که دارن اطلاعات رو منتقل میکنن، در بعضی از موارد اتهام، ممکنه اتهام جاسوسی بخورن. من نمیگم از نظر حقوقی اینو باید شما، در ارتباط رسمی سازماندهی شده ای به خارج از کشور متهمین دارن؟ جوابم زادتون نگیره. من میخوام یه خورده شدیدترش بکنم تا ببینم واکنش قراره چه اتفاقی براش بیفته. ببینید، ما هر تعریفی برای این کارهای انجام یافته اینها بگذاریم و موضوعش مشخص بشه، در قانون حکمش مشخص. کسانی که مثلا مبادرت به تهیه توزیع سی دی های مبتذل مستهجن، قانون مشخص کرده مجازاتش رو. کسی که جاسوسی میکنه، قانون مجازاتش رو مشخص کرده، از 3 ماه تا 1 سال حبس تا مجازات اعدامی که در نظر داریم. سوال من این بود، من بیشتر باز کنم براتون. فردی که تعداد زیادی سایت داره مدیریت میکنه، با 250 تا سایت مستهجن و غیر اخلاقی دنیا ارتباط داره، میاد اونجا روابط نامشروع با محارم رو ترویج میده، میاد عمل خلاف با کودکان رو داره ترویج میده، وقتی با بهائم رو داره ترویج میده، میاد به مقدسات دین ما اهانت میکنه، به پیامبر خودمون، به پیامبران الهی داره توهین میکنه، دستجات عزاداری رو زیر سوال میبره و اون چیزی که در شأن خودشون هست نثار میکنه به مقدسات ما. به نظر من اگر این عنوان افساد فلز نداشته باشه، دیگه هیچ چیزی در دنیا ما به عنوان افساد فلز نخواهیم داشت.
وقتی ما موضوع رو مشخص کردیم، خب حکمش هم مشخصه. افساد فلعز حکمش، مجازاتش، حکمش و مجازاتش اعدام هست. همین که الان اشاره کردن بینندگان محترم و تعداد زیادی هم الان دارن ملازم فرما مشاهده میفرمایند و درخواست اشد مجازات رو میکنن، درخواست ما هم همینه. یعنی اگر برای اینا همچی مجازات در نظر گرفته نشه، من فکر میکنم یه جای کار ما ایراد داره، یه جای قانون ما ایراد خواهد داشت. و مطمئنن ما پیگیر اینها کارا هستیم و مستمد از فرمایشات مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم تهران که اهتمام جدی بر این امر داشتن و با تشکیل این دادسرا احساس خطر کردن و لزوم پیگیری جدی این موضوعات رو به هر حال گوشزد کردن و تا آخرش هم ایستادن و ما هم خواهیم ایستاد. ما اینها رو بدون هیچ گونه ترحمی باشون برخورد خواهیم کرد، چون اینها وارد حریم خصوصی مردم شدن، با اعتقادات مردم بازی کردند و موجبات افساد فلعرض رو در جوامع فراهم کرده. شما الان بعضی بلوتوس ها رو ملاحظه بکنید، اینا از کجا اومده؟ مطمئنن دسترسی به این بلوتوس ها به مراتب از اینترنت راحت تر به دست میاد تا اینکه ما بریم سیدی تهیه بکنیم، از ماهواره تهیه بکنیم، از جهانی. نکته بود جام جعفری که من میخواستم عرض بکنم، چون این سایت ها قابلیت در واقع تکثیر چندگانه خودشون رو هم فراهم میکنن از طریق دانلود، از طریق تبدیل شدن به یک پیامک یا بلوتوث و امثالی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید، یک بخش کوتاه رو بدون مقدمه ببینیم و برگردیم.